سلام، عرفان سلیمی هستم، یک بار دیگه با نقد ترانه، این بار در قسمت 37 در خدمت شما. قبل از اینکه نقد ترانه این برنامه رو شروع کنیم و این قسمت رو، ممنون میشم و خوشحال و سپاسگزار که شما ما را در یوتیوب سابسکرایب کنید، در اینستاگرام فالو کنید، زنگوله هر دو تا اپلیکیشن رو بزنید و به محض اینکه پستی بارگذاری شد، نقد جدیدی در واقع برنامهش آب شد که بتونید ببینید، و امیدواریم که این دیدن مساوی و برابر باشه با لذت بردن از برنامه‌ای که تمام تلاشمون اینه که خوب و زیبا و دقیق و مفید براتون تولیدش کنیم. عاشق با صدای سیاوش قمیشی و ترانه خانم معصومه رضازاده رو براتون نقد میکنیم. فکر میکنم این ترانه خب اول نوشته شده، بعد روش ملودی ساخته شده، وزن مشخصی داره که در حین خوندن حتما متوجهش خواهید شد و به لحاظ قافیه ردیف هم مشکلی نداره. یه مرور کنیم و بعد راجع به کار صحبت کنیم. تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دل تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگم، تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار رو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تو اونی که رفته چی میدونی از قصه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه بیخیالی. این ترانه به نظر من یکی از چند ترانه استثنائاً موفقیه که سیاوش قمیشی از بعد از آغاز همکاریش با ترانه سرایی جوون نونیم یا کمتر ناماشنا در واقع از ترانه‌شون استفاده کرده و اون دوره رو شروع کرده. از چند کار حالا سالم قابل اعتنای اینها این دوستان هستش. میگه تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، خب اوکی، خیلی درسته، گله خیلی درستی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی. من فکر میکنم آدم تو بارون که میمونه دلگیری هوا رو نمیفهمه، بیشتر حس میکنه تنهاست، انتظار کسی رو میکشه که نیمده. تو بارون موندن یعنی من منتظر تویی هم که بیا یا نیمدی، دلگیری هوا نه، یه چیز دیگه. یعنی نمیدونم، اگه دلگیری این هوا رو میخواییم بذاریم، مثلا چه میدونم یه چیز دیگه، تو بارون نه که خوب، نه که غلطه، نه غلط نیست، ولی تو بارون موندن به دلگیری این هوا، و چون شما میتونی دلگیری هوای بارونی رو، اولا که دلگیری هوای بارونی به حال آدم ربط داره، چون ممکنه هوای بارونی خیلی برای سری هم اصلا دلگیر کننده نباشه، این به حال خود آدم بستگی داره، ولی بارون موندن این حس با آدم، تو بارون موندن این حس با آدم نمیگه. به نظر من بعد میدونی تغییر میکرد. تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، آره خوبه، خوبه، آره مشکلی نداره، دل تنگ نمونده میخندی تا از حس دلتنگی میگم، آره آره، اون گریه نکردیه مصرع قبلش، این میخندیه، دل تنگ نبوده تا از حس دلتنگی میگم، خوبه تا بدونی چی میگم، آره آره این خوبه. قافیه ردیف هم که اینجا مشکل نداشته. تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، آره خیلی خوبه، تو تنها نموندی که حال دل، اگه مثلا بگه نگران نبودید، غمی تو زندگیت نبودید، اما منتظر کسی نبودی، دل واپس کسی نبودی، بیقرار، یعنی مثلا بگه، اگه بگه مثلا من تو همیشه یه قراری تو زندگی دیت آروم و قراری داشتی که حال دل بیقرار منو نمیفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، این عزیزت نرفته بیشتر حکایت از مرگ داره تا سفر کردم، ولی تو برخورد اول خط خوبیه، خط خوبی از این ترانه است، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو
بفهمی. معمولا این تشویش سوت قطع عزیزه دمدمای رفتنه، بعد از رفتنش نیست، قبل از رفتنه که این سوت قطع رو تشویش ایجاد میکنه. باید در کل رو نگاه اول خط بعد نیست، ولی خب اینا که من دارم میگم پیشنهاد بهتره، گرچه که این کار با استقبال هواداری سیاوش قماشی مواجه شده، در کل حسش هم خوبه، اما معمولا تشویش سوت قطار به لحظه‌ای برمی‌گرده که داره میره، هنوز نرفته. تو از دست ندادی بفهمی چه طرز از دست دادن. آره خوبه، آره درسته، درسته. جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. جای من، آره جای من نبودی بدونی چیه. اگه مثلا میگی جای فرق بین تو با من، اون دست دادن دادنه با این با منه، قافیه آوایی قشنگ، یعنی قافیهش آواش قشنگتره، من و دادن قافیه هست. مثلا جای من نبودی بدونی چیه فرق بین، مثلا چه بدونی چیه فرق تو با من، مثلا بینه اگه نبود مثلا بهتر بود، ولی خب خطایی نداره به لحاظ مفهوم. تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار رو بفهمی، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، این پریشونی نیست، این بازم همون دلواپسیه، چشم انتظاریه، همون نگرانیه، منتظر بودن است که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی. این نگذشتن لحظه ها، لحظه گذرانش به صبر داشتن و نداشتن و دلواپس آدم، یعنی آدم پریشون نیست، ساعت نگاه میکنه لحظه رو چک میکنه، بیشتر نگرانه، منتظره. تو اونی که رفته چی میدونی از قصه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه بیخیالی. این دوتا خطم خیلی خوبه، این دوتا خطم خیلی خوبه. در مجموع از تو این 12 خط 2-3-7-6-7 خط خیلی خوب داره، سالم داره و ترانه خوبیه، فکر خوبه. همین که یک دست داره تو و منش مشخصه، مسیر ترانه عوض نمیشه، حتی تغییر مسیر زیبا رو من منکرش نمیشم، اما مسیر درست ترانه انتخاب کرده و داره صحبت میکنه، متکلمه و عده به اون طرف فقط داره گوش میکنه. به نظرم ترانه خوبیه و جزء، یعنی من کارهای سیاوش قمیشی از بعد از همکاریاش با ترانه سرای خوبمون خیلی گوشم میکنم، دوست ندارم، ولی این جزء اون معدود کارهای خوبه و فکر میکنم که آره میشه ازش لذت برد و ملودی خوبی هم داشت، سیاوش قمیشی خیلی با حس خوند، تنظیمی سنتور داشت قشنگ بود. البته ما صحبتمون فقط ترانه است و میگم چیز خطایی که من خوب دونستمش، تو عاشق نبودی که درد دل عاشق رو بفهمی خوب و درسته، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم دل تنگ نبودم خوبه، این دوتا هم خوبه. تو تنها عزیزت نرفتم خوبه، تو از دست ندادی خوبه، لب جاده تا انتظار رو بفهمی خوبه، سوت قطاره خوبه. دوتا خط میگم، یه 4 خطش ترانه نیدیم. ما بعضی موقع ها یه نیم ساعت بیشتر ترانه رو ادیت کنیم تمیز و بیعیب میشه. این نیم ساعته، نمیدونم 45 دقیقه، چون فهم میکنیم خواننده میپسندتش یعنی درسته، نه، ما ترانه سراییم و باید اینو درستش کنیم و ادیت کنیم و سالمش کنیم به خواننده بدیم. بعضی موقع خواننده فقط لازم ملودیک اینو چک میکنه، ممکنه لازم مفهوم لغات و اون چینش و لغات متوجه داستان نشه. خب ما ترانه سرا بهتر میدونیم که این اتفاق درستش کی میفته. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ما رو همراهی میکنید و امیدوارم که این نقد هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جا که هستین خدایا رو نگهدارتون باشه و مراقب دلتون باشید.